سلام دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون با هم میپردازیم به فال اعترافات زمیر ناخداگاه او در مقابل شما شما دوست عزیزی که نگاه میکنین یین مقدس و اون شخص یانگ یانگ موتوری حالا بهش میگیم یا یانگ شطوری هر چیزی که شما دل تنگتون میخواد میتونیم بهش بگیم دوستان و عزیزی که شما روی یین خودتون کار کردیم و دارین بالا میایین با یانگ میتونین قسمت های از یانگ رو برای خودتون هم نگاه کنین عزیزان دل شما رو همیشه سمت این قسمت میچینم اوکی سمت چپ و یانگ رو سمت راست میچینم دوستان عزیز ببینیم چه خبر هست در انرژی های شما و همچنین شخص مورد نظر شما ببینیم که در چه حال و احوالی هستش فالای دیروز از چه خبر یه مختص به اون شخص هست و های امروز برای شما هستش خب دوستانی هستن که میگن که نه همه فال ها رو برای دیون یکی میگیریم برای ما نمیگیریم دوستان عزیز توجه کنیم مثلا من فال که گذشت از, از, زندگی شما چه خبر رو گرفتم گذاشتم دارین میبینیم که خودتون چقدر چقدر ازش استقبال نمیشه پس بنابراین من نمیتونم فالی رو هم بذارم در کانال با که آنچنان دیدی نداشته باشه و بیشتر باعث بشه که به کانال آسیب برسونه تا اینکه بخواد باعث پیشرفت کانال باشه بنابراین من سعی میکنم یک سری از فال ها رو زمانی که وقت دارم و میتونم یک فال دیگه هم در کنارش بگیرم و بذارم و این برای من یک کار خیلی خیلی بزرگ رو ایجاد میکنه که متاسفانه خیلی از اوقات از پسش بر نمیام خب حالا این سخن می کوتاه میکنیم میرسیم به فالمون من ازتون خواهش میکنم حتما لایک کنید دوستان عزیز حتما کامنت بزنین باعث میشه که این کانال زنده بمونه دوستانی که برای شما امکان داره اونایی که خارج از ایران هستین اونایی که نمیگم در درون ایران هستی عزیزان دل اونایی که در درون ایران هستین جوری که شما میتونید بکنن کمک کنین هستش که ویدیو رو بذارین 9 دقیقه خونده بشه اگر لایک کردین که چه بهتر نکردینم لایک کنین و اینکه این گونه کمک شما هستش دوستان خارج از ایران هم به همین صورت ولی میتونین یه چیز اضافه تر داشته باشین یعنی اینکه عزیزان دل خارج از ایران شما میتونین حداقل یک یورو به کانال از طریق یوتیوب کمک کنین که این به یوتیوب نشان میده که کانال مهم هست و اینکه به الگوریتم یوتیوب در واقع کمک میکنه و یعنی من با یک یورو پولار نمیشم دوستان و 40 درصدش تا 45 درصدش هم مال یوتیوب هستش خب ببینیم دوستان چه خبر چه خبر در انرژی های شما و اینکه در انرژی های شخص مورد نظر شما اولین کارتی که میکشم از نظر عدد شناسی برای شما دوست عزیز عدد 8 برای اون شخص ببینیم و هم دیگه عدد دو افتاده اوکی عدد هشت در ارتباط با شخص با شما دوست عزیزی که دارید نگاه میکنی میگه که من خودم رو خودم رو به سرانجام میرسونم عدد هشت بی انتها قدرت کیمیاگر عدد بی انتها دارم و اینکه در تاروت و من موفق میشم من میسازم کامل میکنم من به قدرت خودم ایمان دارم من با شجاعت جلو میرم من سرمایه گذاری کنم، پولم و مالم رو سرمایه گذاری کنم و من تمام انرژی خودم رو در یک پروژه میذارم من از این حالت سرخوردگی در میام من به سمت عالی میرم و من میسازم بعض می کنم و بعد درو می کنم. محصول کار و زحمت خودم رو همینجا یک کف محکم برای شما آفرین بر شما آفرین دوستان عزیز و ببینیم این کارت بعدی عدد دو برای شخص مورد نظر شما هستش عدد دو حرف از شک و تردید و اینکه جدایی هستش درد داره شک داره میترسه دوست داره یه چیزی رو قطع کنه رابطه رو قطع کنه به این رابطه خاتمه بده احساس میکنه که رها شده احساس میکنه که نمیدونه چجوری جایگاه خودش رو مشخص کنه و احساس میکنه که هیچکس کس رو نمیشنوه هیچکس براش ارزش قائل نیست و تحت تاثیر شخصی هستش این دیگه هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر و تازه تری میرسه خب ببینیم یوسف جون شما شما عزیز دل همیشه من بهتون میگم زوری جون یه سریا خوششون میاد یه ها بدشون میاد حال مهم این نیست مهم این ازش که انرژی ها یه خودمون رو سبک کنیم دوستان سبک باشیم و انرژی هامون رو سبک کنیم خب ببینیم بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های بعدی و اولین کارتی که نشانگر خلاصه نشانگر انرژی های شما هست خلاصه ای از این انرژی ها هست ببینیم که چه کارت هستش دوستان ببینیم شما دوست عزیز من زلی جون چه خبر هست در چه انرژی هایی هستیم و بعد ببینیم, ببینیم یوسف جون شما یا حضرت دود حضرت نو حضرت یخ دوچ میشه آب میشه بخار میشه زوب میشه فنا میشه بریم در چه انرژی هایی هستش خب همیشه بهتون میگم دست از من شفا از خدا <applause> ببینیم برای شما چه انرژی هست خب یک کارت برای شما افتاد واو کارت عدالت افتاد بله ببینید کلا اینجا با کسی شوخی ندارین شما یعنی هر چیزی که بخواد مولای درز زندگی شما بذاره که بخواد تعادل شما رو از میان ببره ازش حذر میکنه اینجا بیشتر سفت و سخت ایستادم به زندگیم یک شکل و فرم میدم تعادلی رو دارم ایجاد میکنم بر اساس واقعیت نگاه میکنم و ببینید متعادلانه رفتار میکنم متعادل از دیگرانم براش یه حد و لیمیتی میذارم همونجور با من باشم و چیزی که دارم میبینم برقراری تعادل و عدالت در زندگیتون که دارم میبینم که حتی این مسئله داره شدت پیدا میکنه و اخباری هم داره به دستتون میرسه که همون جوری که داره تو میخواد مسائل داره جلو میره ببین دوستان عزیز توجه کنید که این حالا کهیر نزنین لطفا حرف از صبوری میزنه اینجا ببینین شما خودتون میدونین که برقراری این تعادل زیبا در زندگی شما در دو قطب شما یین شما یانگ شما در مادیات شما در هر چیزش که شما مد نظرتون باشه دو تا آرکان ماژور داره اتفاق میفته این کارت هم حرف از تعادل میزنه حرف از این میزنه که ببینین من اوکی نمیذارم من با کسی شوخی ندارم تلاش خودم رو میکنم خب در صحبت خودم هم عادلانه رفتار میکنم در رفتار خودم با دیگران هم عادلانه رفتار میکنم یواش آهسته تاتی تاتی جلو میرم این دفعه شما هستین که سوار کالسکه هستین که باید خلتون بدیم برای چی؟ برای که نمیخوام ببین کلا انرژیاتون داره کم کم یانگی میشه دوستان عزیز توجه کنیم باز هم کارت برقراری تعادل اینجا من هستم که تصمیم میگیرم با کی چجور باشم چه چیزی رو به کسی بدم و چه چیزی رو ازش بستانم خب ببینیم که برق... یعنی واقعا دارم میرم جایگاه خودتون رو و دیگران رو برای خودتون دارین مشخص میکنم اون شخص دوستان می بچه تازه به دنیا آمده شور و هیجان دارم میبینم و اینکه مثل این که حالا از این دو داره برمیگرده به یک من احساس میکنم یک دنده عقب داره میزنه که برگرده به اصلیات فعلا که دارم میبینم که به جستجوی یک انرژی یک شور اشتیاق در زندگیش هست و اینکه فعلا موچش به راه آینده هست ببینم آینده چه کار خواهد کرد ببینیم در مورد آینده خودش خودش رو داره امید میده آینده بهتر خواهد بود در آینده اینجور خواهد بود و پشت به گذشته و رو به آینده میخواد حرکت کنه خب حالا جانب اینجاستش که اینجا نمیدونه ولی خب پاش هم یه جای دیگه گیر هستش یعنی لنگ در هوا این حضرت همیشه هست ببینید دیگه اینقدر که در مقابل شما تکون نخورده که جلبک مغزی و جل... نمیدونم کفک پایی و همه این چیزا که گرفته که بماند دوستان عزیز توجه کنید حتی در مورد خودش هم. در مورد شرایط خودش <تصفيق> <تصفيق> عقلش میرسه ولی پاش نمیرسه دوستان خب اوکی که بخواد حرکتی انجام بده یعنی اینکه اون جور مثل میمونه که کسی که در یک اینرسی کامل اینقدر که در انرژی هاش برای یک سری با شما بوده دوستان در حرکت نکردن در استانبای بودن که الان خودش داره به خودش لطمه وارد میکنه خب ببینیم کارت های بعدی رو بعد دیگه وقتی انرژی باید در حرکت باشه مثل پول باید در حرکت باشه انرژی باید در حرکت باشه وقتی که شما همه چیز رو بخواین یک جا در یک است قرار بدین خب دیگه اون به قول معروف این بستگی باقی، وارد زندگی میشه خب شما عزیزان دل دارم میدم خیلی یواش آهسته دارم میرم که داریم جلو میرین یعنی اینکه همه چیزو تحت نظر دارم و اینکه یک سری از شما دوستان عزیز توجه کنین اونهایی که شما در روابطی هستین که در یک مسئله دادگاهی هستین قانونی هستین طلاقی هستین این بدونی کسی شما رو داره زیر... تحت نظر داره دوستان اوکی؟ کسی شما رو تحت نظر داره ببینیم کارت بعدی و اینکه در مورد مسائل احساسیتون هم دارم میرم که یواش یواش دارین نگاه میکنین و جلو میرین خیلی یواش خیلی با قدرت خیلی با تسلط جلو میرین و اینکه نمیخواین اشتباه کنین من اون کسی رو که باید با گذشت زمان ببینم چه پیش خواهد آمد و انتخاب خواهم کرد اون شخص دارم میرم حرکت براش افتاده معنوی تر داره میشه وقتی که خدا پس کلشون میزنه معنوی میشن متاسفانه خب بریم ببینیم کارت بعدی رو کارت بعدی اینجا و اینکه دارم میبینم که بله من احساس میکنم اینجا کار گروهی کار اکیپی افتاده یا اینکه واقعا منتظر یک برنامه هست یک کاری هستش که با شرکایی میخواد کاری رو انجام بده و منتظر هستش ببینه با جا به جایی هایی رو داشته باشه در این ارتباط اوکی منتظر هستش که موقعیتش پیش بیاد و اینا به طور کلی عزیزان دل این شخص معنوی تر شده و الان متوجه شد که خود این شخص تنها ناف دنیا نیستش و دیگرانی هم هستن موجودات نورانی هم هستن نمیدونم افراد دیگه هم روی کره زمین هستن به از باند خودش که میتونه وجود دارن اعتقاد داشته باشه بهشون. به حال آدمی هستش که دارم میبینم که کم 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 داره به سمت یک آرامش میره شما ببینید دوستان عزیز ببینید شخصی شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین شخصی شما رو تحت نظر داره حالا من نمیدونم این شخص چه کسی هست ممکنه همین شخص محترم تو شما باشه یا غیر محترم هر چیزی که میخواین اسمش بزنین و اینکه که دارم میبینم که شما دوست عزیز زندگیتون رو دستتون گرفتین و دارین خیلی تلاش میکنین براش اوکی مثل این ممونه که از زندگی احساسی در اون ازش با, با, با یک سری از مناقشات خارج دارم میشم ولی باعث شده که من یک انرژی یانگ رو بگیرم و اینکه من خودم تبدیل تقریبا یانگم بزنه بالا یین من برها شما یین هستین دوستان و یین شما همیشه ببینین نذارین ناپدید بشه در یانگ اوکی و اینکه دیگه از یین شما چیزی باقی نماند مواظب این مسئله باشین ولی دارم میبینم که خیلی تلاش میکنین و عمل میکنین و کارهایی رو دارین انجام میدین حتی در ارتباط با مسئله احساسی قدمهایی رو دارین بر میدارین خب و اینجا اون شخص دارم میبینم که سپرایزی اینجا هست و اینکه خودش به خودش خودش رو دلداری میده و اینکه میگه که من مطمئن هستم چشم سومش هم میگه چشم سوم من باز هست دیدیم که معنوی تر هستش دوستان و اینکه دارم میبینم برای سورپرایز هایی ممکن هست در راه باشه حداقل چیزی هستش که خودش اعتقاد معتقد هستش که فردا حال من بهتر خواهد شد و مسائل زندگی من هم بهتر خواهند شد اوکی ببینیم که چه خبر هستش یک کارت های دیگه شما ببین کارتی که بالا برای افتاده بود برای شما افتاد پر از شور و اشتیاق احتمال اینکه دوستان عزیز وارد یک فاز جدیدی از زندگیتون بشین که در اون ببین کار شما که زیاد هست تلاش شما برای زندگیتون زیاد هست این تلاش شما شما رو به سمت نور داره میبره ولی در کنار اون ممکن هستش که وارد یک رابطه بشین که در اون رابطه شروع اشتیاق زیادی خواهید داشت ولی میگه که کارت کنار که میاد میگه که این شروع اشتیاق برای مدت زیادی در زندگی شما باقی خواهد ماند و همچنین اگر ببینید هر چیزی که دست گرفتیم اونجا صبوری افتاده بود باز هم بهتون میگم کهیر که نزنید این شور و اشتیاق حتی رابطه جدید اینا باز هم حرف از زمان میزنه احتیاج به گذشت زمان داره دوستان من احساس میکنم یک سری از شما لحظات سختی رو دوستان پشت سر گذاشتین ببین باز هم چشم سوم اون شخص میست که خیلی بازه این دفعه دیگه اتوبان شد چشم سومش چانت ریخته توش دوستان و کلا باز شده چشم سومش در سکوت بودنش و تفکرش و خستمون کرد از متفکر بودن بنده خدا به انیشتن گفته زکی خب ببینیم کارت بعدی کارت بعدی دوستان عزیز بله ببینیم بیشتر مادیات براش مهم هست مادیات و مادیات آدمی هستش که احساس میکنم که خب یک سری از مسائل سمی در زندگیش هستن یک سری از وابستگی های مادی مخصوصا دارم میبینم در زندگی این شخص وجود دارن یک سری از روابط سمی دوستان که این شخص رو دست و باش رو بستن و همونجوری که خودش تا حالا فشاید ببین عدد دو اینجا نمیدونم چه کار کنم حالا نمیدونم به من بگین چه، کجا برم چه کار کنم همونجور که قبلا هم بهتون گفتم وقتی که ما مسائل سیاه و در زندگی خودمون رو نگه میداریم شاید بار اول جستی ملخک بار دوم جستی ملخک بار سوم می وجود نداره و یک سری از اینا دوستان عزیز بالا پرشون رو میسوزه بالاخره خب ببینیم که کارت های دیگه کارت های بعدی بهتون چه چیزی خواهند گفت در ارتباط با این حرفا خب دوستان من احساس میکنم که یک سری از شما الان ببینید حرف از تنهایی میزنه و شرایطتون که دارم میبینم شرایط خودتون داریم وقف میدیم با, با شرایطتون ولی اینکه با اطرافیانتون ببینید خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد اینجا برای من اینجا شما هستین دوستان عزیز و به این نتیجه رسیدین دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا آید من احساس میکنم برای سریاتون عزیزان دل همون جوری که دارم میبینم که زمان میبره تا اینکه بخواد حالا اون دوره ای که در اون حالا هم مسئله احساسی شما و هر مسئله که مد نظرتون هستش به یک سمره بخواد برسه اینجا تنها هستم و خودم رو با شرایط خودم وقف میدم و ترجیح میدم که تلاش های خودم رو خودم انجام بدم در این راستا خب ممکنه یک سری هم دوستان عزیز کسی در کنارتون باشه ولی از این شخص شاید در کنار این شخص هم شما احساس تنهایی میکنید خب اون شخص میبینید در مسائل احساسی اینجا افتاد بالاخره کم کم احساساتش دارن چی میکنن دارن جوونه میزنن بنده خود و اما ببینیم کارت بعدی بله با قدرت قدرت جلو احساسات شما میگیره دو تا آرکان ماجور اینجا برای این شخص هست دو تا آرکان ماجور دو تا تاروت کبیر برای شما هست جلو احساساتش رو میگیره برای خودش ممنوع خودش رو ممنوع احساس کرده دوستان این شخص خب برای که حسش در مورد شما مخصوصا دوستان خیلی قوی هستش بنابراین جلوی خودش رو میگیره یه چالش براش هستش که اینکه بخواد توی سر احساساتش بزنه برای این شخص یک نوع چالش هست عزیزان خب از کارت های اسپارک آف لاو استفاده میکنم ببینیم با هم دیگه کارت های اسپارک آف لاو چی میگن در ارتباط با این شخص آشتی برای شما افتاده آشتی با چه چیزی ببینیم دو تا کارت دیگه اوکی شما هم آشتی میکنین با اه... ترس هاتون 我。 یک زندگی رو تبدیل میکنین به شادی دوستان تبدیل میکنین به یک مسئله که از ترس های خودتون میگذرین عزیزان دل بیشتر به فکر این هستین همونجور که قبلا هم بهتون گفتم شرایط خودتون با شرایطتون وقف میدین حالا که شرط من اینجوری هستش حالا که من باید تلاش کنم حالا که من باید زمان بگذره تا اینکه بخوام به یک زندگی اون چیزی که مد نظرم هست در هر دامنه‌ای بخوام برسم من دارم اینم ورود شادی در زندگی شما هستش یک بار نظر خودتون رو عوض میکنین نگاه نگاه خودتون رو روی زندگی درجهش رو عوض میکنین زاویهش رو عوض میکنین و ورود خیلی مسائل سبک در زندگیتون دارم میبینم باز هم ببینین این دیگه خفه شد بنده خدا بس که دهن بند زد به خودش که که حرف نزنه باز هم سکوت سکوت و اینجا از سکوت داره بالاخره در میاد بالاخره تخمای کفتر یه سری ها که گندیدن سری دوم حالا شاید تاثیر داشته باشه اینجا دارم میبینم که حرف از صحبت میزنه دوستان از این سکوت داره کم کم در میاد و اینکه میخواد صحبت کنه خب پس به طور کلی من آخر سر یک خلاصه از اینا رو بهتون میگم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه من ببینیم چی به شما میگه این کارت اوکی شما به فکر خانه زندگی خودتون هستین به درون خودتون هم درون خودتون هم به مسکن خودتون اطرافیانتون این به اینها برای اینها برای شما مهم هستن اون شخص دارم میبینم که فداکاری رو داره انجام میده در دوره هستش که رنجش زیاد هستش دوستان و مسائل در مورد گذشتش هستش اوکی در مورد گذشتش خیلی رنجش زیاد هستش ناگفته‌هایی هایی داره عزیزان دل که دارم میبینم که این ناگفته‌ها دیگه براش به قول معروف دردآور شدن به خاطر اینکه جا سکوت میبینم سکوت میبینم حرف نمیزنم حرف نمیزنم اینجا هم که به همین صورت بستگی ولی ب... کتاب بسته ولی اینجا دارم میبینم که به حرف از مکالمه بالاخره اون بالا داشت میزن خب دوستان عزیز من اگه بخوام به صورت کلی در ارتباط با شما بگم عزیزان دل که دارم میبینم برقراری واقعا عدالت در زندگی شما عدالتی که خودتون دارین رعایت میکنین تعادل وارد زندگیتون داره میشه مسائل اون چیزی که مد نظرتون هست خودتون هم میدونین دوستان که باید برایش تلاش کنین و دارین تلاشتون رو انجام میدین تا اینکه بخوان بخواین به نتیجه مطلوب برسین هم و غم خودتون رو گذاشتین روی زندگی خودتون روی خودتون و این مسئله داره باعث میشه که دوره‌ای که با گذشت زمان واردش خواهین شد یک دوره‌ای باشه پر از شور و نشاط که در اون دوستان عزیز برای مدت زیادی باقی خواهین ماند و توجه کنین که دارم میبینم متوجه شدین که باید سنگینی ها رو تبدیل به سبکی کنین و این مسئله خیلی شما رو کمک میکنه اون شخص عزیزان دل منتظر منتظر هست. چش به راه این هستش که یک دوره واردش بشه که در این دوره یه مقدار شادی وارد زندگیش بشه آدمی هستش که دوستان از چشم به راه آینده هست خب و اینکه به خودش داره میگه که در آینده حال من بهتر خواهد شد کسی هستش که در سکوت هستش کسی هستش که داره میگم خیلی چیزها رو در درون خودش داره متمرکز میکنه فعلا در مورد زندگی احساسش یک ترمز گذاشته یا ایست گذاشته و اینکه برای اینکه نمیخواد احساساتش احساس میکنه که تیشه به ریشش خواهند زد و دارم میگم بالاخره نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و وارد مکالمه خواهد شد ولی خب دارم می‌بینم که مسائلی که براش هست الان این روزها دور برش مسائلی هستن که دردآور آور هستن و, و ازش انرژی میبرن و مجبور هست که برای اونها تلاش زیاد کنه چیزهایی که مربوط به گذشتش هستن دوستان خب بریم ببینیم که در ارتباط با کارت های دیگه چه خبر هست شما مش... مسائل کاری مالیتون براتون مهم کار مال کار مال خب و خودتون آزاد آزاد هستم و به کار زندگی کاریم و به زندگی شغلیم میرسم و کنترل زندگی دست خودم هست یعنی واقعا میگیم که این یانگو رو من دارم انرژی شما رو برای یانگ میخورم هم یانگ افتاده بود دیگه اون شخص میگه که شما میتونید یکی از بهترین افرادی باشین برای زندگیش و اینکه داره کم کم به خودش میگه دوست داشتن هم بد نیست زندگی احساسی هم بد نیست آدم داشته باشه یه وقتایی خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه در ارتباط با شما اوکی خب شما دلتون, دلتون میخواد که حداقل با یک نفر باشین که به سمتش تمایل فیزیکی داشته باشین و بتونیم بهش اعتماد کنیم خب این مسئله هستش که شما بدتون نمیاد ولی اینکه بخواید واقعا <applause> وارد یک رابطه احساسی باشن که بخواید سرمایه گذاری کنید در این رابطه احساسی احساس میکنم که برای یک سریاتون ایست و ترمز گذاشتین چون جاهای دیگر باید بهش برسید و اون شخص دارم هم میبینم که ببین جدایی افتاده اینجا خب این جدایی برای این شخص خیلی محسوس هست خیلی برای من جالب هستش که خودشون خودشون کارهایی رو انجام میدن بعد کارت جدایی برای اینا میرسه ولی خب داره مهربان داره باقی میمونه یعنی که یک نگاه با وجود جدایی در ارتباط با شما برای اونایی که در جدایی هستین دوستان دارم میگم یک نگاه مهربانانه ای رو داره برای شما تغییرات در راه هستن تغییرات در یک جدایی دوستان در راه هستش اوکی جدایی بر اینجا و برای اون افتاد در این کار برای شما هم افتاد دارم میرم که تغییراتی وجود داره داره به وجود میاد اونایی که از همدیگه جدا هستین دوستان عزیز و اون شخص ببینیم اوکی اون هم برای خودش دلش میخواد در ارتباط با مسئله احساسیش عشق افتاد و پرستیج افتاد بهترین مسئله آیدش باشه بهترین انتخاب رو داشته باشه و اشتباه نکنه عالی ترین چیز رو برای خودش میخواد داشته باشه خب بریم شما شما میگین که الان وقت وقتش نیست الان من نمیخوام ناراحت باشم جدایی که شما رو خیلی ناراحت کرده و اعتماد کردن دیگه برای برای سریاتون مشکل هستش دوستان خب و به خودتون میگین که لحظات سخت و گرسنه در اون دم مسائل دارن تغییر پیدا میکنن خودم رو متمرکز میکنم روی زندگی کاری و مالی به اون شخص به این مسائل مادی براش افتاد کنترل کامل میخواد روی مادیاتش داشته باشه دوستان عزیز اوکی؟ روی خانوادهش روی مادیاتش داشته باشه و ما ببینیم با هم دیگه کارت های دیگر رو من بریسم کارت های سیمبول دوستان توجه کنید من هر چقدر که میگم که به شما که این کارت های ماهایی که من در سیمبولون بهتون میگم ماهای اگر به شما نمیخوره مشکلی نیست بعد یک سری از افراد میان میگن که چی میان حرف از این میزنن که نه من متولد فلانم این یعنی چی اون متولد بهمانه اون یعنی چی یعنی معنی خاصی نداره دوستان من ماها رو براتون میخونم یا باتون با حرف میزنه یا حرف نمیزنن یا اینکه ترجمه این ماها باتون با حرف میزنه خب ببینید دوستان عزیز اینجا دارم میرم شما که تجربه دارم من که دیگه به قول معروف تجربه دارم و سختی رو کشیدم و یک روح من پیر اینجا دارم میرم نه که پیر به خاطر که پیر و خمیده باشه نه یعنی که روحی که شاید های زیادی رو داشته ولی دارم میبینم که اینجا پر از انرژی هم هستین با تجربه و با احتیاط در زندگیتون و با انرژی دارین حرکت میکنین اون شخص شخصی هستش که دوستان عزیز توجه کنه احتیاج به این داره که با استراتژی جلو بره و الان چیزی که هستش دارم میبینم که داره هم در حال تفکر هستش و هم احتیاج رو به داشتن یک آرامش داره دوستان من ماه ها رو براتون میخونم فروردین آذر دی خورداد شهریور مرداد اسفند باسم تکرار می رو فقط باز هم تکرار میکنم برج ها را فقط از روی اطلاعات بهتون میدم این نه اینکه شما برجی که مد نظر شما هست در این نیست پس این فال مال شما نیست نه دوستان اینجور نیستش اینجا به من میگه که پر از انرژی خب پر از شروع شعف هستین ولی از اون جایی که تجربه داریم با محتاطانه عمل میکنیم اون شخص چی سعی میکنه که در ارتباط با مسائل مادیش مادیاتش دوستان به وجود و آوردن چیزی توی زندگیش با احتیاط و با استراتژی عمل میکنه و اینکه دارم میگم که و اینکه داره ببینید داره یک دل و یک جون میشه که بخواد اقداماتی رو برای زندگیش انجام بده این از این و ما بریم ببینیم که در انرژی های شما باز هم چه خبر هست دوستان میگه که من میدونم که من خودمو رو دارم قربانی میکنم ولی این من هستم که انتخاب میکنم میگه که من باید برات پیامی میفرستم و احتیاج دارم که باهات حرف بزنم کارت بعدی ببینیم چی بهتون میگه میگه که من احتیاج شدم که همه چیز رو از دید منطقی نگاه کنم و من به حس ششم خودم اتوجه نمی کنم میگه من به خودم افتخار می کنم و مغرور من به خودم مغرور هستم و اینکه نمیتونم خودم رو تحت سوال قرار بدم و نمیخوام یک قدم به سمت تو بیام وقتی من بهتون میگم که اینجا کلا من انرژی یانگ رو برای شما دارم میبینم برای اینکه خیلی یک سریاتون دوستان عزیز کلا برای این قسمت برای دوستانی هست واقعا برای دوستانی که واقعا شما اصلاح شده هستین روی خودتون متمرکز هستین و اینکه نه اینکه احساساتتون رو کلا از دست دادین ولی به با منطق دارین رفتار میکنین با زندگی نه اینکه بخواین همون جوجه اردک زش باشی رو باشی رو در تا آخر عمرتون بخواین ادامه بدین منتظر این باشین که کی خاجه از در درآید و تا زمانی که خاجه از در در نیامده شما بشینین یک به قول معروف یک کاسه گدایی دستتون باشه گدای محبت این باشین و اون باشین و هی برین داستان خودتون رو 1000 و ده بار هزار و بار برای هر کسی که وارد سر قرار میگیره تعریف کنید مردم خسته کنید خودتون هم خسته کنید نه بزاق دهن خودتون رو برای خودتون نگه داشتین و اینکه روی خودتون متمرکز هستین و من یک کف محکم بهتون میزنم اوکی؟ دوست دارم مکالمه کنم خب با, با, تو با دیگران من با همه حرف میزنم اینجا اوکی؟ قربانی هم آره شرط تو زندگیم هست مجبور هستم قربانی کنم خودم رو به یه جاهایی مجبورم از خودم بگذرم برای یک سری از عزیزانم کارهایی رو بکنم ولی میدونم خودم پذیرفتم این مسئله رو وقتی که پذیرفتم اوکی هست و مغرور هستم اوکی حالا من به اندازه کافی خودم رو تزیه تحلیل نمیدونم کار باشه کافی روحی کردن دیگه بست دیگه نمیخوام اوتوبسی روحی خودم رو خیلی کردم دیگه نمیخوام روحم میخوام بسارم اوکی نمیخوام خودم رو تحت سوال قرار بدم آقا خانم حساب به خودم مربوط هستش و مسئله میخوام منطقی ببینم دیگه نشینم که علکی برای خودم خودم رو وارد مباحثی کنم که این, این جفت روحی من بود این تو این فلیم من بود دیگه تو آبدال عمر دیگه زنده نمیشم نه مجبورم مسائل رو منطقی ببینم فالم اگر نگاه میکنم بر سر از سر کنجکاویم هستش برای که حرفایی رو فال به من میزنه که به من شاید انرژی رو میده که من بتونم ادامه بدم حتی کنجکاف هستم آقا جون من فضول هستم به کسی چه ربطی داره اوکی حالا بریم ببینیم که یانگ مقدس چه خراب است خجالت میکشه ما باش موافق هستیم میگه رفتار من رفتار زشتی بوده و اینکه نمیتونم برگردم چون کارهای بیخود انجام دادم خیلی زیاد انجام دادم میگه من ناامید هستم و فکر میکنم که از این شرایط هرگز خارج نخواهم شد و احساس میکنم که من همیشه بدبخت خواهم به میگه که من دوست ندارم که این شخص رو از دست بدم و اینکه بیشتر از هر چیزی من میترسم که تو رو از دست بدم و در آخر میگه که من دلم میخواد که هر کاری دلم بخواد انجام بدم و اینکه من دوست دارم مثل یه بچه خوشحال باشم آدمی از حالش خوب نیستش داریم میبینیم خیلی گره 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 و گور در زندگیش زیاد هستش چاله خودی که ساخته چاله ای که خودش ساخته دوستان انرژی منفی هستش که خودش وارد زندگیش کرده ما داریم الان یک سری از شما عزیزان دل بودی که این فالا نگاه میکردیم بالاخره تموم شد ماجرای شما وارد روابط دیگه ای شدین این رفت این دوستان دیگه دارن میان و دارن نگاه میکنن که میبینن که یا دوستانی هستن که از همون اول هستن با من میبینیم که چقدر تغییر میکنه خب و میبینیم که واقعا این شخص مشکلاتش زیاد هست دلش میخواد خودش هم خوشحال و خوشبخت باشه متاسفانه نمیتونه بریم ببینیم که پیام شما برای شما من میخوام به توضیحاتی بدم بذار برای توضیح بدم اگر که این کارو کردم برای چه بود نمیدونم من همیشه با تو رفتار خوبی نداشتم اعتراف میکنم نیت خلوص نیت با تو نداشتم اما حالا دوست دارم که مسئولیت پذیر باشم و برای تو یه چیزهایی رو تعریف کنم این شما یه توضیحاتی بدیم شاید مکالمه این هستش یه توضیحاتی رو داریم این شخص به نه بیشتر نه کمتر و اون شخص میگه که من میخوام با تو پروژه داشته باشم دوست دارم که زندگیم رو با تو ببینم پروژه های زیادی رو با تو ببینم پروژه با هم داشته باشیم شغلی، کاری، معنوی و احساس احساسی و این ما هستیم که باید خصوصیات اونو انتخاب کنیم، اما این مسئله برای من خیلی مهم هست. من مطمئن هستم که ما میتونیم با همدیگه یک کار درست انجام بدیم و فقط باید ایمان داشته باشیم. اوکی okay, دوستان پس این شخص میخواد با شما پروژه بسازه من قبل از اینکه از شما خدافیزی کنم در ارتباط با کامنت هایی که من میبینم روی کانال دوستان توجه کنید روی ساعت های جفت ازتون خواهش میکنم من یک زمانی بود دوست داشتم برای شما یک ویدیوهای کوچیکی در ارتباط با ساعت های جفت بذارم پشیمون شدم و این کار انجام نمیدم. چرا که ساعت جفت برای هر کسی یک معنایی داره برای هر کسی یک چیزی رو داره نه اینکه شما تعبیر خواب نیست نه فلان نیست بهمان نیست ساعت جفت دوستان عزیز بازی ذهنی که برای شما ایجاد میشه ازش خارج بشین دوستان و اگه نه در اون گیر میکنین و اینکه باعث میشه که سنگینی وارد زندگیتون بشه ساعت جفت رو میبینین یک پیام برای شما داره پیامش بیشتر این هستش من این تجربه شخصی خودم هستش موضوعی که دارن اتفاق میفتن دور برای شما باید روی اونها یه مقدار متمرکز تر باشین خب تمرکز خودتون رو جمع کنین انرژی خودتون رو نگه دارین برای که اتفاقاتی که داره, داره پیش میاد باید شما حضور داشته باشین خیلی بالا پر ندین به ساعت جفت وگرنه و... سنگینی رو وارد زندگی خودتون میکنین من نه اینکه بهتون بگم تخصص دارم ولی تجربه خودم رو دارم برای شما با شما در میون میذارم ساعت جفت نشانه هایی هستن که به شما میگن که باید این زمان مواظب باشی از خودت مراقبت کنی انرژی رو داشته باشی اتفاقاتی که دارم میفتر خوب یا بد خب احتیاج به تمرکز و توجه تو داره دوستان عزیز این فال شما بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه ساعتهای جفت یا حتی اعداد اوکی؟ من روی ماهتون رو میبوسم بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه